علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی گفته که تحریم ها قابل علاج است. علی خامنه ای در حساب توییتر فارسی خود صرفاً به قابل حل بودن تحریم ها با روشی غیر از مذاکره اشاره کرد، اما درباره اینکه راه حل مذکور چیست هیچ اشاره ای نداشته است. توییتر علی خامنه ای نوشته است که آیا تحریم قابل علاج است؟ جواب این است که قطعاً قابل علاج است. اما جواب دوم این است که قطعاً این علاج این نیست که در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. به طور طبیعی وقتی شما در مقابل کسی که اهل زیاده خواهی است عقب نشینی کنید، او جلوتر می آید. باید گفت که روش حکومتگری رهبر رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور هم در این 31 سال با همین تئوری پیش رفته است. مقاومت در برابر هر خواسته به حق شهروندان که مبادا نشان دادن نرمش باعث طرح خواسته های تازه تر شود. علی خامنه ای در 4 سال اخیر به طور پی در پی هر روز روزنه ای را برای تماس با آمریکا و کاهش رنج و گرفتاری ایرانیان مسدود کرده است. اما در برابر این هیچ راهی و هیچ پیشنهادی پیش پای دولت یا چشماندازی در برابر ملت باقی نگذاشته است تا ایرانیان بتوانند حداقل پس از 40 سال تحریم و فشار و قطع رابطه با کل جهان، آن هم بدون هیچ دلیلی، به صورت عادی زندگی کنند و دست کم آینده کوتاه مدت آنها قابل پیش بینی باشد. دولت دونالد ترامپ در آخرین هفته های خود قرار دارد و اینک کمتر از 100 روز به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا باقی مانده است. پس از برگزاری انتخابات شانس موفقیت مذاکره با آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد، چرا که دو رقیب انتخاباتی به چنین امتیازی دیگر احتیاج نخواهند داشت. اگر ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه پیدا کند، به احتمال قریب به یقین کمپین فشار حد اکثری برای عادی شدن رفتار حکومت جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و اگر جو بایدن به ریاست جمهوری برسد، از همکنون اعلام کرده است که شاید فشارها را بیشتر نکند اما ضرورتی هم برای کاهش تحریم ها نمی بیند. با این اوصاف چه آینده ای را باید برای کشور تصور کرد؟ برای پاسخ به این سوال شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می کنیم. اگر تحریم واقعا علاج داشت، در 40 سالی که رژیم جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان بوده است، به ویژه زمانی که تحریم ها تا این اندازه شدید نبودند و بنیه اقتصادی و توان ملی از جمله نرخ رشد سالانه مثبت بودند، می توانستند آن را به کار ببندند. اکنون رشد اقتصادی ایران به زیر صفر رسیده است و حتی به گفته مقام های اقتصادی که سابقا در دولت سمت داشتند، عوامل رشد و توسعه در ایران یکی پس از دیگری در حال از بین رفتن است. در یک فقره به عنوان مثال، شرایط به قدری سخت شده است که حتی چین و روسیه هم که جمهوری اسلامی به پشتیبانی آنها امیدوار است، مراودات مالی و بانکی با ایران را کاملا متوقف کرده اند. این در حالی است که به گزارش کیهان لندن، بیگدلی استاد علوم سیاسی دانشگاه بهشتی و کارشناس مسائل اروپا و آمریکا، 17 تیر ماه در مصاحبه با وبسایت دیپلماسی ایرانی به صراحت هشدار داده بود که اوضاع رژیم جمهوری اسلامی بغرنج‌تر شده و هیچ راهی به جز مذاکره با آمریکا باقی نمانده است. او هشدار داده بود اگر جمهوری اسلامی دل به این خوش کرده که دموکرات‌ها و جو بایدن در انتخابات پیروز شوند، اولا تحقق این امر بسیار دور از واقعیت است و در ثانی حتی در صورت پیروزی جو بایدن، دولت جدید با محوریت دموکرات‌ها رفتار دولت باراک اوباما را در خصوص ایران انجام خواهد داد و برجام را پیاده نخواهد کرد. البته بیگدلی شنبه 11 مرداد در یادداشت دیگری برای روزنامه آرمان ادعا کرده اینکه ترامپ خواستار به تعویق افتادن انتخابات است، ناشی از احساس ضعف و احتمال شکست در انتخابات و راهیابی دوباره به کاخ سفید است. البته نظر این استاد دانشگاه در مورد شانس پیروزی بایدن در انتخابات تغییر کرده، اما یادداشت او همسو با مواضع اصلاح طلبانی است که از وحشت براندازی
برای آمدن بایدن سر و دست می شکنند و دلخوش به مذاکره با دموکرات ها هستند. بلا تکلیفی رژیم جمهوری اسلامی در صحبت‌های علی خامنه‌ای در عید قربان مشخص‌تر از پیش شد. او از یک سو گفت ما با همه جای دنیا غیر از آمریکا و اسرائیل مذاکره می‌کنیم و از سوی دیگر گفت اینستکس یک بازیچه چرند اروپایی‌ها بود و در سال 97 که آمریکا از برجام خارج شده بود آنها یعنی اروپایی‌ها ما را به عقب انداختند و اقتصاد کشور را شرطی کردند و هیچ کاری نکردند. در صورتی که خود وی در خرداد 1397 برای اروپایی‌ها شروطی را تعیین کرد از جمله تضمین خرید نفت و گفت اگر این شروط اجرا نشود برجام را پاره خواهد کرد. رهبر رژیم جمهوری اسلامی پیش از این هم خواسته بود که اروپایی‌ها با موشک‌ها و شبه نظامیان مورد حمایت سپاه در منطقه کاری نداشته باشند. اما پرسش این است که اگر برجام مورد انتقاد علی خامنه‌ای است و می‌خواست آن را پاره کند چرا حالا که اروپایی‌ها بیش از هر زمان دیگر به آمریکا نزدیک هستند رژیم جمهوری اسلامی از آن خارج نمی‌شود؟ طبق گفته علی خامنه‌ای اگر جمهوری اسلامی موشک نسازد پدرش در می‌آید و اگر هم مذاکره کند همین آش و همین کاسه است. معنای نه جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم نیز یعنی ادامه همین شرایط که در آن نارضایتی‌های داخلی به اوج می‌رسد و اگر سرکوب مردم نباشد پدر رژیم جمهوری اسلامی را در می آورند. علی خامنه ای چون متوجه خطرات این وضعیت است می گوید هدف آمریکا قرار دادن مردم در مقابل حکومت است. به این ترتیب اگر به گفته علی خامنه ای مذاکره و جنگ نشود سرنوشت جمهوری اسلامی در کف خیابان توسط مردم مشخص خواهد شد. او موشک را می خواهد تا جلوی جنگ را بگیرد و سرکوب را لازم دارد تا جلوی مردم بایستد. این واقعیتی است که نتیجه 3 دهه رهبری او و پیامدش برای مردم به جز فشار تحریم‌های بین‌المللی و فلاکت اقتصادی نبوده است. آنچه که مسلم است این است که حتی به گفته خود مسئولان رژیم مانند غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌های آمریکا در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی با تغییرات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دموکرات‌ها تغییری نمی‌کند. در گذشته جمهوری اسلامی حتی با وجود شرایط انفعالی این امکان را داشت تا سیاست‌های کلان خود را بر اساس تحولات سیاسی از جمله انتخابات ریاست جمهوری در کاخ سفید تنظیم کند. اما اکنون کاملاً اوضاع تغییر کرده و از شرایط پیداست که رژیم در موضع بلا تکلیفی قرار گرفته است. نه تنها قابل پیش بینی نیست که دونالد ترامپ یا جو بایدن کدام پیروز انتخابات هستند، بلکه هیچ تضمینی وجود ندارد که با پیروزی بایدن و قدرت گرفتن دوباره حزب دموکرات آنها بتوانند رژیم جمهوری اسلامی را از باطلاقی که خود در آن گرفتار آمده خارج کنند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.